خانم جین هارمن که قبلا نماینده کالیفرنیا در کنگره آمریکا بود، الان رئیس وودرو انستیتوی سازمان وودرو ویلسونه. همین دو سه هفته پیش در مصاحبه یک دو هفته پیش با یکی از کانال‌های احتمالاً بی بی سی یا سی ان ان می گفت که بله من محکوم میکنم این فیلم رو، ولی در این حال ما باید مواظب باشیم که اگر یک نوع یک حرف زدن نوعی باشه که باعث ناامنی و به هم زدن نظم جامعه بشه، ما باید یه فکر رو حالش بکنیم. یعنی خیال نکنه به این مسائل مطرح نبوده. بله در اونجا شما، من میتونم وقتی این صحبت ها رو میشنوم از خودم بپرسم، حالا که اینطور هست، حالا که تری جونز حق داره این حرفا رو بزنه، حالا که پت رابرتسون حق داره در تلویزیون خیلی پربینندش، میلیون ها بیننده داره، سریعا بگه که باید یه نفر بره و هوگو چاوز ترور بکنه، سریعا بگه و مشخصا هم بگه که اون منافع ما رو به خطر انداخته. کسانی میخوان میتونن برن این صحبتی که میگم در 2005 اون آدم کرد، یه آدم کوچکی هم نیست، یه وقتی میخواست رئیس جمهور آمریکا بشه در انتخابات مقدماتی رای نیاورد و از ثروتمندترین سازمانهای کلیسایی رو داره، از اوانجلیکال هاست و سهامدار عمده بسیاری از معادن الماس در آنگولا و کشورهای آفریقایی. بله حالا ایبن ادرون میتونه بگه، ولی شما آقای العولقی رو در یمن با هواپیمای بی سرنشین بمباران کردید، خودش و اطرافیانش رو کشتید. اتهامش چی بود؟ پدر این آدم شهروند آمریکا بود و با اصالت یمنی، پدرش هم ساکن آمریکاست. هی مرتب حرف زد، اقدام کرد که آقا من پسرم فقط حرف میزنه. خب کارش این بود که حرف میزد، دعوت به مخالفت با آمریکا میکرد. اما حتی بدون محاکمه این آقا رو با از بمب از بالا کشتند. این برخورد دوگانه امروز دیگه راحت قابل تحمل و قابل تبعیض در اغماز و ندیده گرفتن نیست. بله از جهانی زندگی میکنیم که در دورترین نقاط، در عقب مونده ترین ها، به فکت جالبی از در کشورهای مثل آنگولا، بروندی، در اونجا شما این فکت بوک ها رو نگاه بکنید میبینید که نوشته خط تلفن زمینی در یک کشور فرضاً 15 میلیونی در تلفن زمینی معمولی مثلا 100,000، اما تلفن دستی در اونجا 10 میلیونه. بله یعنی این کارخانه های سازنده تلفن همراه که با این آیفون 5 این حرفا دنیا رو به هم می‌ریزن، اینا تونستن تا قلب محروم ترین بخش جهان برن. وقتی اونجا این ملت فقیر از نون شبک زده این تلفن رو داره، پس اونم میتونه با خبر شه، اونم میتونه فیلم بگیر، اونم میتونه یوتیوب ببینه. دقیقا. در این جهان این چنینی باید رفتار عوض شه. با این کارها ما به جایی نمیرسیم. فقط و فقط نظم رو به فرسایش غیر انسانی که جهان رو به این وضع فجیع رسونده، ما فقط کمک میکنمون به نفر باز هم به حیاتش ادامه بده. دقیقاً. در اینی که جهان در وضعیت نامناسبیست، لازم نیست من به انشایی که برای احمدی نژاد نوشتن گوش بکنیم. تمام آمار ارقام اینو میگن، تفاوت اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هر روز بالاتر میره، در حالی که میانگین درآمد سرانه کشورهای فرضاً اسکاندیناوی حدود 60,000 دلاره. در همین حال بیش از 20 کشور جهان، عمدتاً در آفریقا و چند تا در آسیا، اینها درآمد سرانه شون یا زیر 1,000 دلاره یا حول هوش 1,000 دلاره، در حالی که تفاوت فقیر و غنی انقدر هست. بخش های بزرگی از جهان، همین هفته پیش اعلام شد که 2 میلیارد نفر از ساکنین کره زمین
کمتر از $2 دارن زندگی میکنن و از دنیای زندگی میکنن که هر لحظه که ما میگذره ما با هم حرف میزنیم هزارها بچه از گرسنگی میمیرن. خب این دنیاییست که الان وجود داره. اگر قرار ما صادق هستیم، راستگو هستیم در این بیان این کلمات زیبا، باید نگاهمون عوض کنیم. به قول سهراب سپهری باید چشامون رو بشوریم، جور دیگر باید دید و یه نگاه تازهی بکنیم. بله دارم. سخنرانی سوم مال نتانیاهو بود. بله. اون عکس رو جلوی دوربین ها گرفت، عکس یه بمب با خودکار قرمزش. بله. تحلیلگرها شاید هم بیشتر، من یکیشو دیدم، خیلی تعبیر قشنگی کرده بود. این خط قرمز علامت خونه و این شکل بمبم علامت بمب‌هاست که اسرائیل داره. ولی تحلیل کلی، استنباط کلی از صحبتاش این بود که در سازمان ملل که جاییست که برای رفع دعواها و اختلافات جهانیان از جنگ دوم به بعد درست شده، اصلا فلسفه وجودیش بر ایجاد و برقراری صلح، در اونجا اجازه داده شد که آوای شوم جنگ به گوش برسه. بله. یعنی بعد جنگ نواخته بشه. این خیلی پرمعنیه. یه کاریکاتوریستی که البته نمیدونم کیه، یه کاریکاتور کشیده از نتانیاهو پشت اون تریبون واسطه در حالی که نشسته روی یه دونه بمب و داره حرف میزنه. یعنی کشوری که 200 تا بیشتر بمب اتمی داره در حالی این اداها رو در میاره که ایران حد همین تازگی ها شورای حکام که با نظر منفی به ایران نگاه میکنه، یاد میدونیم که این آقای آمانو تازگی ها که تا البته تازگی ها بعد از البرادعی رئیس اینجا شده، به شدت در برابر غرب و آمریکا تمکین میکنه. با همه این حرف ها در آخرین نشست شورای حکام در وین خیلی که حرف ها زدن، دو تا نتیجه گیری کلی کردند. همین سازمان میگه که IAEA مشخصا مطمئن از نبود مواد اتمی اعلام نشده در فعالیت های اتمی ایران، و یکی هم IAEA تشخیص داد، تونست تشخیص بده که مواد اتمی در سازمان های هسته ایران کوچکترین انحرافی فعالیتی به جز راه‌های مسالمت‌آمیز نداشته. اینا گفته میشه. کالین پاول میاد میگه که ما 10 سال داریم میگیم ایران فردا قرار بمب بسازه. همین نتانیاهو 20 سال پیش وقتی نماینده کنست بود در اسرائیل گفت همین تا 3 تا 5 سال آینده ایران بمب خواهد داشت. بله. زمان 5 سال گذشته. با وجودی که کارشناسان اطلاعاتی نظامی اسرائیل، اطلاعاتی نظامی آمریکا و تحلیلگران بسیار نخبه در آمریکا و اسرائیل اصرار دارن که اونجا این خبرها نیست، ولی با همین حرفا این چنین در تبل جنگ کوبیدن از اون اتفاقات بسیار شرم‌آوره که ممکنه ما از سازمان ملل انتظار داشته باشیم. این صحبت میتونست هر جای دیگه ای در هر کنفرانس به ویژه در ایپک واشنگتن میتونست برگزار شه، اما نه در سازمان ملل. بله دقیقاً. ولی این اتفاقات و این اتفاق افتاد و ایشون این صحبت‌ها رو کرد و چون اوباما زیر بار خط قرمز بر ایران تعیین کردن نرفته بود، خودش با خط رنگ خون نشون داد که آره میخواد خط قرمز بکشه. آره از تحلیلگران آمریکایی میگفتن که در طول این 50-60 سال رابطه آمریکا و اسرائیل هرگز سابقه نداشته که رئیس دولت اسرائیل اینطوری بخواد در مسائل داخلی و انتخابات آمریکا دخالت بکنه.
آنچه که مفرزه این هست که اوباما مشخصاً در این 5.5 هفته باقی مونده تا انتخابات تنها چیزی که نمیخواد یک مسئله جدید جهانیه که چه توش دخالت بکنه چه نکنه حتما به ضررش تم خواهد شد. ولی حالا دیگه اگر در گذشته پچ پچ بود، حالا خیلی سریع‌تر گفته میشه که نتانیاهو اصرار داره که حتما میت رامنی برنده بشه. بله. می که با گرچه درس خونده اما در حرفاش که کانال‌های تلویزیونی مرتب به اصطلاح به قول خودشون فکت چک میکنن، یعنی درستی حرفا رو مطرح میکنن، گاف پشت گاف میکنه و نشون میده تا کجا از جهان بی سواده و حد کوچکترین اطلاعاتی از حتی نام سران کشورهای جهان نداره، ولی چون دوستی خیلی طولانی با نتانیاهو داره وعده داده که یکی از اولین کارهایی که به کاخ سفید بره خواهد کرد حمله به ایرانه. البته این معنیش این نیست که واقعا میتونه، برای اینکه وقتی اونجا رفت اون نیست که تصمیم میگیره و میگه حتما باید بشه. کارشناسان امنیت اطلاعاتی نظامی اینو بریفش میکنن و بعد همون به اصطلاح اولیگارشی های مادی که اینو فرستادن اونجا اونها نگاه میکنن ببینن اثر هر اتفاق کوچک در اقتصاد جهان چه خواهد شد. یکی از تحلیلگرا میگفت که فقط کافیه قیمت نفت به 150 دلار برسه آمریکا به یک بحران دیگری که تازه میخواد ازش خلاص بشه سقوط خواهد کرد. اگر این اتفاق بر آمریکا قابل پیش بینی باشه میتونیم حدس بزنیم چی بر سر اروپا خواهد بود. بله دقیقاً. از کشورهای دیگه جهان چه خواهد بود؟ در این صورت میتونیم بفهمیم که برای اون هم راحت نخواهد بود. اما مسئله این هست که کسی که به خودش اجازه میده بلند شه بره به اونجا به اسرائیل و اسمی از فلسطینی ها نبره و بگه اونهایی که اونور هستند فرهنگشون پایین بوده که نتونستن رشد بکنن، شما از این آدم هر نوع حرکتی و گفتاری میشه انتظار داشت و اون اصرار داره که این حتما برنده بشه. برحال بله آیا فشارهای زیادی که به خصوص از طرف پاری از یهودیان آمریکا و در خود اسرائیل به نتانیاهو وارد میشه ممکنه هیچ اتفاق نیفته تا این انتخابات برگزار شه، ولی به هر حال اونچه که محرزه و رویداد اتفاق زشتی که افتاد به جای صلح طلبی در مجمع عمومی سازمان ملل بر تبل جنگ کوبیده شد و اونهایی که اونجا نشسته بودن سالن رو ترک نکردن و نشستن و گوش کردن. بله. البته ممکنه چند تا ترک کرده باشم، من خبر ندارم. خب آخرین بخش صحبت هم رو اختصاص میدم به اون اتفاقی که روبروی سازمان ملل افتاد. بله. بله. سخنگوی وزارت خارجه ایران که میاد رد شه تظاهرات کننده های اونجا بهش حمله میکنن. از 2-3 هفته پیش از این مراسم وقتی که معلوم شده بود که مثل هر سال احمدی نژاد خواهد شد تلاش های زیادی برای تظاهرات در اونجا شده بود که عمدتاً یه گروه از لابیستای اسرائیل و ایپکی ها بودن و یکی فرقه اعضای فرقه رجوی بودند، گروهی از سلطنت طلبا بودند، یه تعداد کمی از سوری هایی که شده که بیرونی ها بهشون پول و اسلحه بدن تا بشار اسد رو ساقط بکنن بودند، به اضافه تعدادی از ایرانی ها هستند و وابسته به این گروه ها نیستند. بله. خب منهای اونهایی که لابی اسرائیل هستن ادعای به جز مسئله اسرائیل ندارن، بقیه اینها ادعاشون این هست که ما با این رژیم ضد دموکراتیک باید بجنگیم، این از بین بره و در ایران دموکراسی برقرار شه. خب اگه قرار دموکراسی برقرار شه چگونه ما
به خودمون اجازه میدیم از همین حالا که هنوز نبه داره نبه باره دیکتاتوری بکنیم؟ چگونه ممکنه به خودمون اجازه بدیم عکسای یه نفر رو بلند کنیم بگیم جونم فدای فدای این، حتی به اون غیر ایرانی هایی که پول دادیم بیان اونجا باستن شعار بدن بدیم دست اونها که زنده باد فلانی؟ چگونه ممکنه این کار بکن؟ اگه مگه شما نمیگین که قراره که در رژیم بعد از این رژیم مردم ایران تصمیم بگیرن، چگونه پشت درهای بسته رئیس جمهور انتخاب میکنید و رهبر مطلقه انتخاب میکنید و برای زنده باد فریاد میکنید؟ از این گذشته مگر شما نمیگید ما با خشونت حاکم بر ایران مخالفیم؟